با سلام، با هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. ساعت 11 پیش از 6:60 من جمال ناصر فرحمند. جمهوری چک ماموریتش در افغانستان را تا پایان سال 2016 میلادی تمدید کرد. وزارت دفاع جمهوری چک اعلام کرده است که پارلمان این کشور تصویب کرده تا نیروهای این کشور در افغانستان تا پایان سال 2016 باقی بمانند. بر بنیاد این فیصله 350 سرباز دیگر جمهوری چک در چوکات نیروهای ناتو در سال 2015 به افغانستان اعزام خواهند شد. آخرین تلفات بر نیروهای چک در افغانستان 3 ماه پیش در ولایت پروان وارد شد و 5 تن این نیروها در یک حمله انتحاری کشته شدند. کارگاه آموزشی برای دیپلمات‌های افغانستان در واشنگتن برگزار شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است در این کارگاه آموزشی که به گونه مشترک از سوی آمریکا و چین برگزار شده، 15 دیپلمات افغانستان اشتراک کردند. وزارت خارجه آمریکا هدف از راه اندازی این کارگاه آموزشی را آموزش دیپلمات‌های افغانستان در بخش‌های دیپلماسی و ارتباط به منظور بلند بردن سطح دیپلماسی این دیپلمات‌ها گفته شده است. این سومین سال است که دیپلمات‌های افغانستان در آمریکا در کارگاه آموزشی مشترک از سوی چین و آمریکا راه اندازی می شود اشتراک می کنند. باشندگان ساحه باب نظر شهر پلخمری امروز نیز جاده بغلان کندوز را بر روی ترافیک بستند. آنان از پلیس می خواهند 4 تن از باشندگان این محل را که در بازداشت دارد رها کند. روز گذشته نیز این باشندگان در اعتراض به کشته شدن یک باشنده محل و بازداشت 5 تن دیگر برای 3 ساعت مسیر جاده بغلان کندوز را بسته بودند. معترضان مدعی‌اند که پلیس بغلان یک شنبه شب وارد یک مراسم عروسی شده و 6 تن را به اتهام افراد مسلح غیرمسئول بازداشت کرده است. انفجار ماین کنار جاده در کابل 4 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. این ماین نزدیک ساعت 7 بامداد در ساحه 40 ستون شهر کابل به هدف یک موتر کاستر افسران ارتش ملی منفجر شد. وزارت دفاع ملی در خبرنامه نگاشته است از اثر این انفجار 4 تن از نیروهای ارتش کشته و 10 تن مشمول 4 نیروی ارتش و 6 غیر نظامی زخم برداشتند. و درگیری‌های سنگین بار دیگر میان کردهای کوبانی و جنگجویان گروه دولت اسلامی در شمال کوبانی شدت گرفته است. بر بنیاد گزارش خبرگزاری‌های غربی، این درگیری‌ها پس از 2 روز آرامش نسبی در این شهر آغاز شده است. این در حالی است که آمریکا افسون بر بمباران موازی داعش از 2 روز به این سو جنگ افسارها را از طریق هوا برای کردهای کوبانی پرتاب کرده که سبب نیرومند شدن این نیروها نیز شده است. از همراهیتان با فشرده خبرهای این ساعت سپاسگزاریم.